درود بر شما عزیزانی که بیننده و شنونده این برنامه هستید. ما از برنامه 14 یعنی برنامه قبلیمون وارد قلمروی تازه شدیم که به زودی ما رو به سمتی هدایت میکنه که برای این پرسش مهم پاسخی پیدا کنیم که چرا انقلاب مشروطه بعد از 100 سال به جای رسیدن به سکولار دموکراسی به حکومتی مذهبی رسید. در برنامه امروز هم مثل همیشه ابتدا سخن دکتر نوریالا رو میشنویم و پس از اون به نشست هماندیشی حزبمون میریم تا پرسش ها و اظهار نظرهای هموندان داوطلبمون رو بشنویم. با ما باشید. درود بر شما. در برنامه پیش ما به بخش مقدماتی این نکته اختصاص دادیمش که انسان چطوری دنیای اطرافش رو یا محیط اطرافش رو درک میکنه و میفهمه، و گفتم که مغز ما در یک اتاق تاریک و بسته به نام جمجمه زندانیه و از طریق 5 تا وسیله‌ای که داره از جهان اطرافش عکس میگیره و به کمک این عکس‌ها به شناخت جهانش دست پیدا میکنه. اما این عکس گرفتن از جهان یا شناخت جهان از طریق این حواس چندان مستقیم نیست و مغز ما نمیتونه مثل یک دوربین عکاسی عمل کنه و آنچه رو که میبینه به همونطور درکش بکنه، بلکه عکسی که به وسیله حواس پنجگانه ما گرفته میشه تا به مرکز ادراک و فهم ما برسه دستخوش چند تا دخالت میشه. دخالت اول همون واکنشیه که خود مغز ما به اون خبر حسی که به وارد مغز ما شده نشون میده. این واکنش هم خب مثلا به صورت لذت، ترس، نگرانی و غیره عرض کنم که خودش رو به این عکس آمده از بیرون میچسبونه. به این دخالت یا این واکنش میگیم عاطفه. بنابراین حسی که از بیرون میاد به وسیله مغز ما با یک واکنشی به نام عاطفه در هم میامیزه و بعد این پدیده مرکب حس و عاطفه با دخالت دومی روبرو میشه که به اون علتیابی میگیم، که در واقع این توانایی خاصیه که در اغلب جانداران وجود داره. عکسی که گرفته شده باید علت وجودی سوژه خودش رو هم همراه داشته باشه. مغز ما تصویر پدیده های بدون عرض کنم که وجود فهمیدن علت وجودی رو نمیپذیره و اگر عکس ها این علت رو با خودشون نداشته باشن خود مغز علتی رو برای اون تعیین میکنه و به اون میچسبونه. خب حالا ما یه عکسی داریم که مرکبه، سلایه است یا سگانه است، یعنی حس آمده، عرض کنم که عاطفه بهش برخورده، علت هم مشخص شده. این عکس مرکب میرسه به مرکز ادراک ما و ما اون چرا که در بیرون از مغز ما اتفاق افتاده درک میکنیم یا میفهمیم. بعدش چی میشه؟ نتیجه این درک و فهم هم فرستاده میشه به انبار یا بایگانی یا قسمت آرشیو مغز ما میره و در اونجا ضبط میشه. من امروز میخوام به این بپردازم که آیا با رسیدن تصویر درک شده و فهمیده شده و ارسال اون به بایگانی کار مغز ما تموم میشه و یا این تازه آغاز یک روند جدیده و بخش ادراکی ما علاوه بر این که عکس مرکب و درک شده رو به بایگانی میفرسته یه نسخش رو هم میفرسته به یه بخش دیگری از مغز که به اون میگیم ذهن، و کار این قسمت تحلیل و تعقل بر اون چی که
مرکز ادراک بهش فرستاده. اگر دوست داشته باشید که واژه های انگلیسی هم گفته بشه، عرض میکنم که حس رو بهش میگن سنسیشن، عاطفه میشه اموشن، علیت یا جستجوی علت رو بهش میگن کوزالتی، ذهن رو میگن مایند و قدرت تعقل ذهن رو میگن ریزنینگ. به این ترتیب تصویر مرکبی که حالا میاد به قسمت تحلیل و تعقل فرستاده میشه. اما قبل از اینکه حالا من مدتی راجع به این قسمت تحلیل و تعقل صحبت بکنم، لازمه به این نکته هم توجه کنیم که آرشیو مغز ما یک جای ساکن و مرده‌ای نیست، بلکه دائما در حال فعالیت و حاصل فعالیت خودش رو هم مرتبا به همون قسمت تحلیل و تعقل میفرسته. یعنی قسمت تحلیل و تعقل ذهن ما دو تا ورودی داره، یکی اون چی که از مرکز ادراک بهش فرستاده میشه، یکی هم اون چی که از حافظه بهش ارسال میشه. اون چی که از طریق بایگانی به این قسمت فرستاده میشه رو میشه حداقل به دو قسمت تقسیم کرد. یعنی اگر این چیزی که حافظه میفرسته به قسمت تحلیل و ادراک همونی باشه که دریافت کرده بوده، ما بهش میگیم یاداوری. ما یه چیزی، یه تجربه، یه چیزی رو که این مسیر رو طی کرده به یاد میاریم. اما در این حال اگر که تصویرها در هم بشن، با هم ترکیب پیدا کنن و تصویرهای کاملا جدیدی رو به وجود بیارند، ما به این روند میگیم تخیل یا ایمجینیشن. تخیل روند خلاق و عجیبیه. بایگانی مغز ما از سرهم کردن تصاویری که از بیرون دریافت کرده میتونه تصاویر جدیدی بسازه که در بیرون از ما وجود ندارن. مثلا هیچ کس تا به حال اژدهای آتشین یا سیمرغ رو ندیده، اما چند تصویر حسی عاطفی در حافظه با هم جفت و جور میشن و تصویر اژدها و سیمرغ ساخته شده در حافظه ما رو به ذهن ما میفرسن و ما این تصاویر خیالی، کلمه خیالی رو توجه کنید که از تخیل میاد، این تصاویر خیالی رو مثل موجودات واقعی تجربه میکنیم. به هر حال ذهن ما در واقع کارخونه‌ایه که محصولات عجیب غریبی داره که عموماً میتونیم حاصل برخورد با اون محصولات رو بگیم تجربه های ما هستن. اما قبل از اینکه به چند و چون این محصولات بپردازم، باید این نکته رو هم حتما اضافه کنم که این محصولات خودشون دائماً بر میگردن به ورودی مغز ما و دوباره به عنوان یک تصویر جدید دستخوش عاطفه و عرض کنم که علتیابی میشن و این حاصل جدید هم باز دو مرتبه میره تو حافظه و از یه تصویرش هم میره به قسمت تحلیل و تعقل. به این ترتیب ما یه مدار بسته ای رو داریم میبینیم که این مدار بسته مرتب از دو منبع، یکی از تعقل و یکی از بیرون، به ادراک کشیده میشه و این وقتی که به صورت حاصل تعلق در میاد دو مرتبه برمیگرده به ادراک ما و این هی پیچیده تر و بزرگتر میشه. حالا وقتشه که یکی هم بپردازیم به محصولات این قسمت تخیل و تعقل. گفتم که این قسمت مواد خام خودش رو یکی از قسمت ادراک و یکی از قسمت بایگانی به دو صورت یادآوری یا تخیل دریافت میکنه و یکی از کارهاش هم اینه که محصولات خودش رو
به عنوان مواد خام برگردونه به ورودی های مغز. اما در این حال تحلیل مواد ادراکی ما و تعقل کردن نسبت به اونها موجب پیدایش محصولات جدیدی میشه که مجموعاً ما بهش میگیم شناختمون از جهان، خودمون یا دیگران، که در فرنگی بهش میگن کاگنیشن. همونطور که دیدیم خود این شناخت که محصول قسمت تحلیل و تعقله هم برمیگرده به ورودی مغز، دو مرتبه این مسیر رو طی میکنه و مرتب این قضیه تکرار میشه. و ماحصل این کار وقتی که شکل جمعی و اجتماعی به خودش میگیره و افراد یک گروه درش شریک میشن رو ما بهش میگیم جهان بینی. بنابراین تعقل به شناخت میانجامه و شناخت به جهان بینی دست جمعی. جهان بینی که هم متعلق به گروه هم افراد اون گروه، در زبان فارسی واژه تازه ای نیست، چون ما در عرفان ایرانی به وجود دو هستی قائل بوده ایم. یکی اون تستی که ما از محیط یا جهان دنیای اطراف خودمون میگیریم و بهش میگیم جهان، و یکی همون هستی که معتقدیم نمیشه با حواس اون رو دریافت و عارفان به اون میگن جان و اعتقاد دارن که برای دیدن اون جان یه چشم دیگه ای لازمه، که من وارد اون بحث نمیشم. فقط میخوام بگم که واژه یا ترکیب جهان بینی حتی تو حافظم هست، میگه دیدن روی تو را دیده جان بین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. به هر حال من این رو شاید در آینده بیشتر راجعش صحبت بکنیم، فقط خواستم بگم که واژه ترکیبی جهانبینی در زبان فارسی وجود داشته، اما از وقتی که ما وارد مسائل مربوط به جامعه شناسی و نمیدونم شناخت و غیره شده ایم، این رو در مقابل یه واژه آلمانی گذاشتیم به نام Weltanschauung، که Welt یعنی جهان و Schauung هم یعنی دیدن، بنابراین یعنی جهان را دیدن که همون جهانبینی باشه. که این کلمه البته اگرچه تو فارسی ما جهان بینی رو براش گذاشتیم، توی زبان‌های دیگه کمتر معادل دقیقی داره. اما دیدم که مثلا در زبان انگلیسی خیلی ها بهش میگن که aspects of mind، ولی ما تو فارسی جهان بینی رو به راحتی داریم. اجازه بدین سخنم رو جمع‌بندی کنم. اگه بخوایم بدونیم که تفاوت مغز ما با یک کامپیوتر چیه، میتونیم بگیم که هر چه ما وارد کامپیوتر میکنیم که بهش میگیم اینپوت، فقط بنابر اراده ما و ویژگی های اون نرم افزاری که آگاهانه داریم به کار میبریم تغییر میکنه و شکل تازه‌ای پیدا میکنه. اما اون چی که به مغز ما وارد میشه تا بیاد و برسه به مرکز تحلیل و تعقل ما، به خاطر وجود روندهای ناخودآگاهی مثل عاطفه، تجربه‌های گذشته یا عواملی مثل تخیل، کاملا میتونه دستخوش دگردیسی بشه و ما بتونیم از جمع اونها محصولاتی بسازیم که گاهی اصلا شباهتی با تصویر آمده از بیرون نداره. به هر حال من همینجا متوقف میشم و بریم به تالار هماندیشی و ببینیم که هموندانمون چه پرسش ها و نظراتی دارند. خب دوستان، من فکر میکنم که وارد جلسه مهم میشدیم. یعنی تمام این چند جلسه رو که طی کردیم مقدمه سازی بود برای اینکه برسیم به این پدیده جهانبینی، چون هر یک از ما به لحاظ تاریخچه زندگیمون، تجربه هامون، بالاخره به یه جهانبینی میرسیم، یعنی به یک شناختی از زندگی، و این شناخت مبدأ
تمام کارهای ما میشه، کارهای شخصیمون، کارهای اجتماعیمون، کارهای سیاسیمون و غیره. و از این به بعد امیدوارم که بتونیم دیگه واقعا وارد بحث مربوط به انسانی که از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی رسیده و حالا داره 45 سال بعد به گذشته خودش فکر میکنه بیشتر بپردازیم. اولین کسی هم که وقت گرفته آقای بیگلر هستند که خواهش میکنم بفرمایید. درود بر شما، سپاس از آموزگفتار زیباتون. من رجوع بکنم به هنر ادبیمون. مولوی میگفتش که پیر اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش خنود، از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همین شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیر دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی به دست. ادامهش زیاده، بقیه شعر ادامه نمیدم. دقیقا موضوعی که البته درک من بر اینه که مغز چجوری کار میکنه، استفاده از حواس پنجگانش میکنه برای اینکه خودشو مطمئن بکنه که اون چیزی که اون تصویری که شما میگید مغز بر یا ذهن یا درک برای خودش درست میکنه، مطمئن باشه که درسته. چون اینا رو همجور که شما تو آموز گفتارتون توضیح دادید، دو مرتبه برمیگرده برای به عنوان تجربه، برای شناخت بیشتری، برای پدیده های نوعی که یا تصویرهایی که میاد یا اینپوت هایی که میاد براش، بتونه مقایسه بکنه، بتونه برآورد بکنه، بتونه بایگانی بکنه به جای خودش. شما یه اشاره کوتاهی هم به مسئله تشابه کارکرد کامپیوتر یا اون چیزی که درون یک کامپیوتر کار میکنه و مغز انسان، من به این به ذهنم رسید که یه تفاوتی اینا دارن که باعث کارکرد درست کامپیوتر میشه و گهگاهی باعث تناقض‌های ذهنی یا ادراکی در انسان میشه. و اون اینه که انسان اجازه داره اشتباه بکنه، ولی کامپیوتر طراحی شده که اشتباه نکنه. به خاطر همینم توی برنامه نویسی سه تا اصل هست که ما در محاورمون به خصوص در زبان فارسی بهش رعایتش نمی کنیم. یکی، البته من با تلفظ آلمانی میگم چون انگلیسی هم همین جوری نوشته میشه، یکی زومانتیکه. زومانتیک در اصل تشکیل یک گزاره است که این گزاره باید از نظر دستوری و جایی که اون واژه ها به دنبال هم قرار میگیرن باید درست باشه، اگر نه معنایی که اون گزاره باید بده اشتباه میشه. یعنی در کامپیوتر وقتی برنامه رو میخونه تفسیر نمیکنه، هر کدوم از این واژه ها یک عدد براش و این عدد یک اندازه ای داره که از روی اندازه تشخیص میده که منظور از این گزاره چیه. مسئله دومش زونتکسه، یعنی واژه درست در یک گزاره درست. مثل این که بگید من شیر میخرم یا میرم من شیر رو میخرم. اینجا باید این شیر برای کامپیوتر، در صورت که دو تا معنی داره در زبان فارسی، باید معنای مشخصی باشه که اونو روی اصول خودش میکنن. و مسئله آخرش اینه که مسئله دیکته یا به اصطلاح فرم نوشتن اون واژه
یا گزاره باید درست باشه. یعنی اگر این سه تا اشتباه یک کدومش در کامپیوتر اتفاق بیفته در نوشتن برنامه، چون برنامه حساب کتابای درون کامپیوتر رو انجام میده، باعث برداشتای اشتباه میشه و داده ای که کامپیوتر به شما میده مسلما اون داده ای نیستش که شما میخواید. در صورت که این اشتباه در ذهن انسان اتفاق میفته، ما یک واقعی رو میبینیم، از یک بودش یه برداشتی ازش میکنیم، فکر میکنیم اون واقع رو کاملا شناختیم با تمام ابعادش، یعنی حقیقتی برای خودمون از اون واقعیت درست میکنیم و اون برای ما میشه به اصطلاح اینپوت ذهن ما. از اونجایی هم که ناقص هست، در آینده اگر به ابعاد دیگه از اون واقعیت برخورد بکنیم، نتیجتا ذهن ما کمک اشتباه به تصویری که بهش میدیم خواهد کرد و برداشتی که ذهن ما از اون واقعیت از بود جدیدش داره برداشت اشتباه خواهد بود. من این به ذهنم رسید، امیدوارم واضح بوده باشه. سپاسگزارم از این زمانی که به من. میکروفون تو پس جمع. بله خیلی ممنونم آقای بیگلر. اون مقدمه‌ای که فرمودید و اون شعری که دیگه مشهور دیگه، تاریخانه‌ای که درش فیل رو میگذارن و اشخاص میدن تو، دست میزنن به فیل و میان توضیح میدن که فیل چیه، یکی خورتومش رو میبینه، یکی گوشش رو میبینه، یکی پاش رو میبینه. این رو خب یک تماتیک مکرریه در ادبیات فارسی، یعنی که مثلا شما میگم مولانا رو هم نگاه بکنید، همون مقدمه مولانا رو که میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم، از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان. یا حافظ وقتی که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این نشانه اینه که ما آگاهیم که در بیرون از ما یه واقعیتی وجود داره، ولی ما ممکنه که آن حکایتی که از واقعیت میکنیم اختصاصی ما باشه، یکی دیگه یه برداشت دیگه ای داشته باشه. تا اینجاش حرف مطمئن و علمیه. از اونجا به بعد هستش که ما این سوال برامون پیش میاد که خب حالا چیکار کنیم؟ مغز که اسیر این پنجتا حواسه، با این پنجتا حواس عالم بیرون از خودش رو درک میکنه. آیا ما میتونیم یه راهی پیدا کنیم که این پنجتا حواس رو دور بزنیم و مستقیما با اون واقعیت روبرو بشیم؟ این چیزیه که مقوله عرفان رو ایجاد میکنه که ما باهاش کاری نداریم. ما با در عالم خودمون میگیم که همچین چیزی ممکن نیست، یعنی نمیشه آدم از خودش بیرون بشه، از جمجمش بیاد بیرون، حواس خودشو بذاره کنار و مستقیما با اون روبرو بشه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. انسان افسانه سازه مگر اینکه بتونه ره حقیقت رو ببینه، که اون ره حقیقت رو عرفان میگه که من یه راههایی بردم که شما بتونید حواس خودتون رو زائل بکنید و به طور مستقیم با واقعیت در تماس باشید. اما علم چیز دیگه میگه. علم میگه که من باید راههایی پیدا کنم که ببینم چقدر برداشت من از اون واقعیت بیرون از من قابل تصدیقه و قابل تکراره و میشه اون رو درکش کرد. یعنی دو تا روش کاملا مختلفه. یکی روش عرفانیه که ما بیاییم از بیرون از حواس بتونیم تماس بگیریم. حافظ میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید، بین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. اما ما میگیم که ما چاره ای نداریم، چشم ما چشم جهانبینه، حس ما حس جهانبینه، عقل ما عقل جهانبینه، فقط باید ما راهی پیدا کنیم که جهانبینی ما بیشترین تطبیق رو با واقعیت داشته باشه. از کنم جناب سایی بفرمید.
ممنون آقای دکتر. صحبت های آقای بیگلر جالب بود و البته من هم یک کامنتی تو بحث مقایسه کامپیوتر انسان میخواستم بدم و در کنار بقیه صحبت ها، اینکه اتفاقی که در کامپیوتر میفته اینه که تمام تصمیماتی که گرفته میشه بر اساس یک منطق فازی اصطلاحا یا یک منطق صفر و یک انجام میشه، یعنی همه چی یه درست و غلطی داره و طبعا همونطور که آقای بیگلر هم گفتن کامپیوتر و برنامه نویس موظف طوری برنامه رو ایجاد کنه که اون انتخاب های درست اتفاق بیفته. در مقابل انسان ها عملا میشه گفت که لاجیک و منطق توی کارهاشون میتونیم بگیم خیلی نیست و خیلی جاها شما غیر منطقی تصمیم میگیریم. به طور مثال وقتی یک فردی از جان خودش میگذره، یک آتش نشان به خاطر نجات افراد میره دل آتیش و تلاش میکنه کسی رو نجات بده، حتی اصلا وظیفش هم نیست، یک رهگذری میبینه کسی در خطر، تمام تلاشش رو میکنه خودش رو خطر میندازه تا اون رو نجات بده، تو هیچ کامپیوتری شما نمیتونی برنامه بنویسی که همچین کاری رو بکنه، چون اولین خطر که اتفاق میفته اینه که شما وایسا بیرون برات اتفاقی نیفته، در صورتی که انسان به صورت کاملا غیر منطقی وارد اون خطر میشه و سعی میکنه که اون مشکل رو به نحوی که فکر میکنه درسته حل کنه، یا در بحث های روابط رمانتیکی که اتفاق میفته بین افراد شما میبینید که افراد اون واکنش ها و کارهایی که انجام میدن اصلا با منطق عادی که یک آدم شخص ثالثی از بیرون بشینه و اون رابطه رو نگاه کنه میبینی که هرگز اون تصمیمایی که اون شخص گرفته رو نمیگیره و عملا سوال که میشه میگه اصلا این کارا غیر غیر منطقی، دیوانگی مثلا این فرد داره این کار رو انجام میده، ولی اون فرد از پیش خودش کاملا به خودش حق میده که اون تصمیمات رو بگیره و اون کارا رو انجام بده. مطلب بعدی که دوست داشتم راجبش صحبت کنم بحث جهانبینی و ارتباطش با علوم طبیعی ماست. همونطور که شما فرمودین آقای دکتر، خب انسان از کودکی که بزرگ میشه هی این جهان براش بزرگتر میشه، از وقتی شما همونطور که فرمودین خب آدم مغزش در اسیر جمجمه است و تنها راه ارتباطیش حواسیه که داره و همونطور که میدونیم همه از کودکی آدم محدودیت های به قولی اکتشاف داره، شما در کودکی فقط در آغوش مادرت هستی و یه محدودیت خاصی داری و تا یه حد خاصی رو میتونی ببینی، بعد بزرگتر میشی هی این مرزها بزرگتر میشن و همونطور که شما فرمودین یا هی پیچیده تر و کامپلکس تر میشه و شما از اون آموزه هایی که میگیرین برای شناخت این دنیای اطرافتون و بزرگ کردن مرزهاتون استفاده میکنید. و بعضا و وقتی هم که میرسیم به ترکیب افراد و جامعه شکل میگیره میبینیم که تمام اون اکتشافات علمی میاد تأثیر میذاره رو جهان شناختی ما که این اصول مثلا به چطور دنیا داره عمل میکنه، ما نقشمون چیه، چی کار باید بکنیم که به سمت بهتری به اصطلاح جامعه و خود انسان حرکت کنه، اینا به نظر من تأثیرات متقابل علم هست بر روان و شناخت انسان ها برای کنترل زندگی که همه درش دخیل هستیم. ولی یه سوالم داشتم امیدوارم که پاسخ داده بشه بهش، این هست که ما این ارتباط جهانبینی و علوم طبیعی رو میتونیم ثابت کنیم و میتونیم با وضوح بیشتری ببینیمشون، ولی چطور میشه آیا که ما بتونیم تحولات اجتماعی رو به نوعی بیایم دخیل کنیم در جهانبینیمون یا با استفاده از جهانبینی که داریم عامل ایجاد تحولات اجتماعی بشیم؟ نمیدونم سوالم دونستم درست مطرح کنم یا نه، چون که ما با علم میتونیم بیایم دنیا رو بهتر بشناسیم، ارتباط بین نهادهای مختلف رو بهتر کشف کنیم و عملا یه دید بهتری میگیریم، خود این امر باعث میشه که یه ساختار شکنی اتفاق بیفته، بعضا اکتشافات بهتری انجام میشه، خدمات بزرگتری برداشته میشه برای آینده،
میخوام ببینم که این علم و این آگاهی که ما پیدا میکنیم و چطور میتونیم بیایم متمرکز کنیم برای ایجاد تحولات بهتر اجتماعی. الان ما مثلا در بحبوحه یک انقلاب هستیم برای ایران، همه میخوایم تلاش کنیم یه جوری با هم متحد بشن، همه به نوعی همه نیروهای مخالف رژیم حکومت اسلامی در کنار هم قرار بگیرن که این به قولی این روند انرژی و نیرو به سمتی باشه که بتونیم باعث براندازی رژیم بشیم، ولی میبینیم موانعی سر راه هست. میخوام بگم که این جهانبینی ما، این شناختی که ما پیدا میکنیم چطور میتونه بیاد کمک کنه که به این مسائل بهتر فائق بشیم و ازشون بگذریم. ممنونم. ولی من فکر میکنم که اگر که یک کمی صبر داشته باشیم و جلوتر بریم به این مسائل بیشتر میتونیم بپردازیم. الان فقط قضیه سر اینه که با جنس جهانبینی آشنا شیم که این جهانبینی چیه، چرا شکل میگیره و چرا در هر آدمی با آدم دیگه یا در یه گروهی با گروه دیگه متفاوته. بعد اون وقت وقتی که وارد مقوله این بشیم که خود جهانبینی چه راههایی رو پیش پای آدم میذاره برای اینکه آدم بتونه واقعیت رو درک بکنه و بر اساس درک خودش برای تغییر واقعیت برنامه ریزی بکنه، اون 3-4-5 تا برنامه دیگه ما میتونیم به اونجا برسیم. اینی که از من توقع نداشته باشید که به پرسش شما الان پاسخ بدم، ولی مسلما این که میفرمایید درسته. یعنی بدون توجه به اینکه جهان بینی در نزد افراد مختلف، گروه های مختلف و جوامع مختلف با هم متفاوت هستند و تا شما به کنه ماهیت جهان بینی یک جامعه پی نبرید، نمیتونید تغییرات مطلوب رو به اون جامعه عرض کنم که ارائه بدید. این واقعیتیه که حالا باید بهش برسیم. خانم سپیده قیاسمند در خدمتتون. سپاسگزارم. عرض کنم که آقای دکتر، من 3 تا پرسش دارم که حالا شاید پرسش ها مربوط به هم باشن، شاید هم نباشن. سوال اولم اینه که شما در ابتدای صحبتتون خب درباره انسان گفتید و اینکه انسان قادره که مرز کشی کنه، نامگذاری کنه، جامعه بیافرینه، سازمان و نهاد ایجاد کنه و گفتید که این قابلیت داره که صاحب جهان بینی بشه و صاحب دانش بشه. پرسش من اینه که آیا انسان همه این کارها رو آگاهانه انجام میده و یا این روندیه که به صورت ناخودآگاه صورت میگیره؟ یعنی که میشه اصلا اینجا در مورد خودآگاهی و ناخودآگاهی یا حتی دستگاه های اتوماتیک و خودمختار مغز انسان هم صحبت کرد؟ و دوم هم این که درباره مفاهیمی مثل عینیت ذهنیت یا حقیقت و واقعیت آیا قصد دارید به این دوگانه ها هم بپردازید؟ و سوم هم این که خیلی خوب میشه که اگر درباره مکاتبی مثل اعتقاد به ادراک بیواسطه جهان هم صحبت کنید، البته اگر بی ربط به موضوع بحثتون نیست. خیلی ممنونم. بله، عرض کنم حضورتون که خب ما میدونیم که مغز انسان در طول مثلا میلیون ها سالی که اون چی میدونم میکروبه تبدیل شده به ماهی، ماهی آمده به خزنده شده، بعد پرنده شده، بعد نمیدونم دایناسورها به وجود اومدن تا میمون شده، میمون از درخت آمده پایین و انسان شده، مغز این موجود هم همینطور در حال شکلگیری بوده و مقدار کمی از این مغز هستش که به خودآگاهی رسیده باشه. هر چقدر که شما در مدارج حیوانی برید عقب میبینید که کمتر خودآگاه هستند و بیشتر ناخودآگاه. تمام تلاش بشر اینه که بتونه این تفاوت بین خودآگاهی و ناخودآگاهی رو کمتر بکنه
یه بخشایش روی تحول آدم دیگه، میگن مغز مثلا اون مغز اولیه یا مغز اون یه تیکه کوچیکی هستش که به سلسله اعصاب ما وصل میشه، ولی بقیه مغز ما بعدا از کنم که پیش رفته و بیشتر سهم آگاهی مثلا در اونجا هست. ما بسیاری از عواطف خودمون، بسیاری از کارهایی رو که انجام میدیم به طور اتوماتیک انجام میدیم، حالا این منای بقیه بدنه، یعنی ما به طور اتوماتیک نفس میکشیم، مغز ما داره میگه که نفس بکش دیگه، قلب ما به طور اتوماتیک داره میزنه و همه این حرف رو. و حال میخوام بگم که مسلما سطح ناخودآگاه خیلی بیشتره و در نتیجه وظیفه انسان برای اینکه به واقعیت بیشتر شناخت پیدا کنه اینی که چقدر میتونه آگاهی خودش رو متوسع بکنه و گسترده بکنه. در مورد ذهنیت و عینیت، خب ببینید عین یعنی چشم. در اصطلاح علمی همه حواس رو میارن خلاصه میکنن در چشم، و الا مثلا حس، ما هم میگیم که تصویر حسی، نمیدونم تصویر مثلا لمسی، اینا تصویر نیستن، اینا همه احساسهای مختلفی هستن که به مغز ما میرسه، ولی ما همه اینا رو میگیم تصویر و از اون مجموعه حواس خودمون رو به یک چشم تشبیه میکنیم و عینیت رو از اون میسازیم. حالا چشم ما داره جهان بیرون رو میبینه، مغز ما این پشت ایستاده و گرفتار اینه که چقدر از این عکس رو میتونه واقعیتش رو درک بکنه، یعنی اونجایی که گفتیم مایند یا ذهن، مغز ما که داره کار میکنه اطلاعات رو در واقع پروسس میکنه. بنابراین تمام بحث ما روی عینیت و ذهنیته، بین واقعیت و حقیقت. و حالا در برنامه های آینده میتونیم تمرکزمون رو بذاریم روی این که آدمی که فهمیده که نمیتونه عین واقعیت رو درک بکنه و ادراک او مشروط است به خیلی مسائلی که دست اون نیست، چجوری میتونه تلاش بکنه تا به اون واقعیت برسه و بیشتر اون واقعیت رو درک بکنه. و بالاخره مسئله ادراک بیواسطه جهان هم عرض کردم که در اون تلاشی که انسان میکنه برای اینکه بیشتر به واقعیت پی ببره، دو تا پیشنهاد هستش. یکی این که بیایم حواس رو زائل کنیم و بیرون از حواس جهان رو ببینیم، چشم جانبین داشته باشیم، که این عالم رو بهش میگن عرفان یا معرفت. یکی هم این که آقا اونا خیالات ما، هرگز نمیتونیم فراتر از حسمون بریم و در نتیجه عرض کنم که ما گرفتار، عرض کنم که ذهنیت خودمون هستیم و ادراک بیواسطه جهان ممکن نیست. ما چون داریم یه بحث علمی میکنیم، به معرفت کاری نداریم، به عرفان کاری نداریم، عرفان رو میذاریم به عهده عرفا، دراویش، اهل عرفان، اونا برن و در عالم خودشون ببینن میتونن به حقیقت برسن یا نه. مشکل ما با ادبیات کلاسیکمون هم همینه که تا اینجا که جهانبینی آدم متفاوت با واقعیت، حرف علمی دارن میزنن، حافظ حرف علمی میزنه، مولانا حرف علمی میزنه، اما راه حلی که پیدا میکنن راه حل علمی نیست، راه حل عرفانیه. که من دلیلی نمیبینم که ما وارد مقوله عرفانی بشیم و ببینیم که عرفا فکر میکنن که چجوری میشه حواس رو کنار گذاشت که در حضور تو کس نشنود ز من که منم، منیت رو کنار بذاریم، به همه مسئله از ریاضت گرفته تا رفع منیت اونو میذاریم کنار. علم به ما میگه که تو چجوری میتونی شناخت خودتو به واقعیت نزدیکتر بکنی، و در اون زمینه است که این برنامه های ما داره تولید میشه.
آقای عباسپور بفرمایید. ممنونم آقای نوریالا. من خیلی استفاده کردم از صحبت‌های دوستان، ولی اون زمانی که من وقت گرفتم آقای حسین سایی سوال کردن. من راستش میخواستم نظرم رو راجع به سوال ایشون بگم، حالا نمیدونم چقدر درست باشه. من جهان بینی رو راستش علمی نمیدونم، یعنی یه علم نمیدونم، و فکر میکنم که جهان بینی همونجور که شاید قبلا هم با دوستان صحبت کردیم، این دانش مربوط به دانش هر کدوم از ما میشه، همونجور که شما و دوستانم توضیح دادید، برمیگرده به تجربیات هر کدوم از ما و اون آموزه هایی که ما گرفتیم در طول عمرمون، که خود آقای سایی هم در بخشی از سخنانشون بهش اشاره کردن. به هر حال اینا رو من فکر میکنم که جهان بینی ها با هم خیلی متفاوته در شرایط زمانی و مکانی و فرهنگی، هر کجایی میتونه متفاوت باشه و نمیشه که یه الگویی رو به صلاح ازش گرفت برای اینکه جای دیگه بخوایم اینو به کارش ببریم. ولی در صحبت ها وقتی که من گوش میکردم، همونجور که شما از عاطفه، عقلانیت و خلاقیت صحبت شد، خیلی جالبه واسم بدونم که واقعا چه چیزایی باعث میشه که این عقلانیت جاش رو به خلاقیت میده. یعنی ما عقل و منطق رو کنار میذاریم و بسنته میکنیم، یا اون چیزی که ما خلق میکنیم برامون یا دیگران برامون خلق کردن به حساب یک داستانی. مثلا ما بارها و بارها دیدیم که یه افسانه ای رو، یه داستانی رو از یه جایی درست کردن و یک جمعیت انبوهی انگار که به اون باور دارن و دارن نسبت به اون واکنش نشون میدن، یعنی به عنوان یک واقعیت دارن بهش واکنش نشون میدن. اینه که من فکر میکنم که یه موقعهایی هم هستش که این اصلا سطح تحصیلات و اون سطح جهانبینی و دانش کسی هیچ ربطی به عقلانیت و منطق به نظر من نداره. اینه که یه سری باورهایی اومده اون گوشه ای از مغز ما رو واقعا احاطه کرده، پر کرده و ما اونا رو باور کردیم و متاسفانه از نظر علمی نمیتونیم که چیزی رو منطقی به جای اون جایگزین. مثلا آقای سایی هم مثال زدم، بعضی وقتا هستش که اون احساس مادرانه، عاطفه مادرانه واقعا هیچ مشابهتی با عقلانیت و منطق نداره. ناخودآگاه مادر یک عکس العملی نشون میده در مقابل اون خطری که ممکنه مثلا برای بچهش داره اتفاق میفته و اونجا دیگه منطق هیچ کاری نمیکنه. این دیگه من فکر میکنم، حالا ما صحبت از غریزه نکردیم، شاید قسمتیش هم برمیگرده به اون غریزه هر موجودی. نمیدونم، این فقط میخواستم نظرم راجع به این مطلب بگم. ممنونم.